انسان ها همیشه به داستان های پر رمز و راز علاقه دارن و جذب اتفاقات ناشناخته میشن. کدها، پازل ها و هنرهای مرموز ذهن ما رو به خودشون مشغول میکنن و سوال هایی رو برای ما به وجود میارن که شاید هیچ وقت جوابی برای اونا وجود نداشته باشه. اینکه اصلا چرا پیام این کتیبه های باستانی و دستنوشته های مرموز رمزگذاری شدن سوالیه که سالهاست ذهن خیلی رو به خودش درگیر کرده و پیدا کردن جواب این سوال و در واقع پیدا کردن رمز این متن‌ها میتونه یک کلیدی باشه برای درک بهتر تمدن هایی که توی تاریخ فراموش شدن، یا بهتره بگم در تاریخ گم شدن. پس تا آخر این ویدیو با من باشید تا با هم دیگه چند تا از این کتیبه ها و نوشته های عجیب و مرموز رو بررسی کنیم. یادتون نره که ویدیو رو حتما لایک کنید، کانال رو منم سابسکرایب کنید و کامنت انگلیسی بذارید، چون با این کارتون و لایک کردنتون میتونید این خانواده و این کانال رو به جایگاه اصلی خودش برسونید. دمتون خیلی گرمه. بذارید بریم سراغ این ویدیوی جذاب. توی شاکبرو هال در استفوردشایر انگلیس یک یادبود متعلق به قرن 18 به اسم یادبود چوپان قرار گرفته. این یادبود به سفارش توماس آنسون، یکی از اعضای پارلمان انگلیس، و به دست مجسمه سازی به اسم پیتر شی بین سالهای 1748 تا 1763 ساخته شده. این اثر هنری شامل یک نقش برجسته سنگیه که یک نسخه از نقاشی معروف نیکولاس پوسان به اسم چوپانان آرکادیا و یک متن رمزنگاری شده رو به نمایش میذاره. متنی که خیلی از مورخ‌ها و رمزشکنان بزرگ و صدها سال درگیر خودش کرده و تا به امروز هیچ کس نتونسته معنی اون رو هم کشف کنه. دقیقا زیر این سنگ برجسته، همونجوری که دارید توی تصویر میبینید، یک سری حروف نوشته شده که معنای خاصی نداره، یا حداقل برای ما اینجوریه، و یکم پایین‌تر و با فاصله تر از این حروف، حروف دی و ام وجود داره که یک جوری چیده شدن که ابتدا و انتهای حروف اصلی رو دربر میگیرن. این حروف انقدر مرموز و رازآلود هستند که تو دو تا از کتاب‌های معروف بین‌المللی به اسم کتاب خون مقدس، جام مقدس، و کتاب داوینچی کد بهشون اشاره شده. هر دو تا کتاب این نظریه رو ارائه کردن که نیکولاس پوسین یکی از اعضای انجمن مخفی کلیسایی قرون وسطایی سایون بوده و نقاشی چوپانان آرکادیا هم حاوی پیام‌های مخفیه که فقط برای اعضای این انجمن قابل درکه. به هر حال معلوم نیست که آیا کسی تو آینده پیدا میشه که این حروف رو بتونه معنی کنه و رمز اونها رو کشف بکنه یا نه، اما چیزی که مشخصه اینه که کسی که این حروف رو نوشته احتمالاً مطمئن بوده که برای سالهای خیلی زیادی این حروف توسط تمدن‌های بعد از اونها دیده میشه، توسط مردم بعد از اونها دیده میشه و ذهن اونها رو درگیر خودش میکنه. زبانشناسا سالهاست که دارن تلاش میکنن تا رمزهای به کار رفته توی متنهای هیروگلیف باستانی مایایی رو که روی حکاکیها، سفالهای نقشدار و کتابهای از جنس پوست درخت نوشته شده بودن رو کشف کنن. زبان مایاها، یا بهتره بگم متنهای هیروگلیف مایایی، یکی از پیچیده ترین متنهایی هستن که توی اونها صدها علامت منحصر به فرد گلیف تو شکل انسان، حیوان، اشیای ماوراءطبیعه و طراحی‌های انتزاعی به کار رفته شده. اولین موفقیت بزرگ تو رمزگشایی متن‌های مایایی به لطف یک ریشه شناس روس تو سال 1950 اتفاق افتاد که اومد پیشنهاد داد که حداقل یک بخشی از هیروگلیف‌های مایایی آوایی هستند و این نظریه به اثبات هم رسید و بعد از اون یک سری پیشرفت‌هایی توی رمزگشایی این هیروگلیف‌ها اتفاق افتاد که البته علی‌رغم پیشرفت‌های صورت گرفته توی این زمینه هنوز هم بخش زیادی از این حکاکی ها و لوح ها که به زبان مایایی نوشته شده برای زبانشناس ها نامفهوم و غیر قابل درکه. تو قرن 19 هم یک سری اشیای باستانی که نمادهای عجیبی روی اونا حک شده بود تو جزیره ایستر کشف شد. جزیره عجیب و غریبی که به خاطر یک سری مجسمه های غول پیکر شبیه انسان به اسم موآی معروف شده که اتفاقا تو ویدیویی که لینکش رو این بالا میذارم بیشتر راجع به این جزیره صحبت کردم و لینکش رو تو دیسکریپشن هم میذارم، اگه دوست داشتید بعد دیدن این ویدیو یک سری به اون ویدیو هم بزنید. خب حالا از این بگذریم، بریم سراغ اون اشیای باستانی با نمادهای عجیب و غریبش. این نمادهای عجیب و غریب که به اونا رونگو رونگو میگن برای اولین بار توسط یک مبلغ مذهبی کلیسای کاتولیک رومی تو سال 1864
کشف شد. جالب بدونید که این لوح‌های چوبی که گفته میشه تعداد اونا 26 عدد هستش، در حالی پیدا شدن که دچار هوازدگی یا سوختگی شده بودن. بعضی‌ها به این معتقدن که رونگو رونگو نوشتار واقعی نیست، بلکه مجموعه‌ای از نمادهایی که محتوای زبانشناختی حقیقی نداره و در واقع یک سری اطلاعات رو فقط منتقل میکنه. اما بعضی دیگه از مورخ‌ها معتقدن که این نمادهای عجیب و غریب در واقع یک نوع دیلیف و نوعی سبک نوشتاریه که پیدا کردن معنی اونها و در واقع رمزگشایی کردن اونها میتونه علت و دلیل سقوط تمدن باستانی ایستر رو به صورت کامل توضیح بده. باستانشناسی به اسم نیکولای ولاسا تو سال 1961 چیزی رو کشف کرد که به احتمال خیلی زیاد جزو اولین شواهد از اشکال مختلف نوشتاری توی جهان به حساب میاد. تیم ولاسا در حین انجام یک کاوش باستانشناسی تو محوطه ای از دوران نو سنگی در کشور رومانی 3 لوح کوچیک گلی رو کشف کردن که در حال حاضر به عنوان لوح‌های تارتاریا شناخته میشن و قدمت اونها به 5500 سال قبل از میلاد برمیگرده. روی این لوح‌های مرموز یک سری حکاکی‌های عجیب و غریب وجود داره که غیر قابل رمزگشایی هستند و کسی تا به امروز نتونسته که معنی اونا رو متوجه بشه. اما جالبه بدونید که با وجود اینکه این رمزگشایی هیچ وقت اتفاق نیفتاده، تفسیرهای مختلف خیلی زیادی در مورد لوح‌های تارتاریا وجود داره. بعضی ها معتقدن که این حکاکی ها شکل اولیه نوشتن هستن، اما بعضی های دیگه معتقدن که این حکاکی ها تصویرنگاره ها، خط نوشته های تصادفی، نمادهای مذهبی یا نمادهای مالکیت هستن. با توجه به حدس هایی که در مورد پیدا شدن این لوح ها تو محل تدفین یک قربانی زده میشه، خیلی ها هم هستن که معتقدن این نمادها فقط دارای بافت مذهبی هستن. به طور کلی باید اینجوری بهتون بگم که تجزیه و تحلیل لوح‌های تارتاریا باعث به وجود اومدن فرضیه‌های خیلی جالبی در مورد فرهنگ اولیه انسان و ظهور ارتباطات از طریق نوشتن شده. بچه ها بذاری یک چیز خیلی جالبی بهتون میگم. وقتی که داشتم این موضوع رو راجبش تحقیق میکردم که آمادش کنم که ویدیوشو بگیرم، به یک موضوع جالبی پی بردم و اونم اینه که آثار باستانی و یعنی کشف آثار باستانی بعضی موقع ها میتونه به یک سری از سوالایی که در مورد تمدن بشر داریم جواب بده، اما همیشه اینجوری نیست و بعضی از کشف های باستانی مثل همین لوح های تارتاریا یا اصلا کشف هایی که توی جیرفت کشور خودمون اتفاق افتاده و هنوز خیلی سوال ها در موردش وجود داره، نه تنها جواب سوال های ما رو نمیده، بلکه سوال های خیلی خیلی بیشتری رو توی ذهن ما در مورد تمدن بشر به وجود میاره و حتی آدم رو درگیر این موضوع میکنه که آیا هر چیزی که در مورد تمدن بشر تا الان فهمیدیم درسته یا نه. نظر شما راجع به این قضیه چیه؟ حتما تو قسمت کامنت ها برام نظر خودتون رو بنویسید. لوح دیسپلیو توسط یک پروفسور باستانشناسی ما قبل تاریخ به اسم جورج زورموزیادیس در سال 1993 توی یک سکونتگاه دریاچه نوسنگی تو شمال یونان در نزدیکی شهری به اسم کاستوریا کشف شد که یک زمانی محل زندگی گروهی از مردمی بود که تقریبا چیزی حدود 7000 تا 8000 سال پیش توی این سکونتگاه زندگی میکردن. لوح دیسپلیو یکی از مسنوات و آثار باستانی کشف شده توی این منطقه است، اما اهمیت این لوح به خاطر وجود یک متن نوشته ناشناخته است که روی اون وجود داره. تاریخ نگاری این لوح چوبی نشون میده که تو سال 5260 قبل از میلاد نوشته شده که همین موضوع قدمت این لوح رو از قدیمی ترین نظام نوشتاری که توسط سومری ها استفاده میشده بیشتر میکنه. جالب اینو بدونید که همراه با لوح دیسپلیو یک سری قطعات سرامیکی هم کشف شده که دقیقا روی اونها هم یک سری نمادها و کدهای غیر قابل رمزگشایی دقیقا شبیه به نمادهای لوح دیسپلیو وجود داره. باستانشناسا معتقدن که این نوع نوشتار که هنوزم رمزگشایی نشده میتونه نوعی ارتباط باشه که شامل نمادهایی برای شمارش دارایی هاست. به هر حال باید اینو بدونید که رمزگشایی نمادهای عجیب لوح دیسپلیو اگه کار غیر ممکنی نباشه قطعاً یک کار فوق‌العاده سختیه. یکی از مهمترین کشف‌های باستانی که تا به امروز اتفاق افتاده و مسیر تاریخ رو عوض کرده، یا بهتره بگم که تاریخ باستان مصر رو از نابودی و محو شدن نجات داده، کشف
و رمزگشایی سنگ فوق‌العاده و عجیب روزتا بوده. اگه دوست داری راجع به این کشف باستانی و این سنگ عجیب بیشتر بدونی، پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو از دست ندی، حتما حتما ببینید. اگه دوست داشتید تا آخرش رو نگاه بکنید و لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. بدونید که خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی مخلص همتونم هستم. خدا نگهدار.